بیشک برای شما پیش آمده تا برای اولین بار به مکانی بروید و این مکان برای شما آشنا به نظر برسد و یا شخصی را ببینید که بی نهایت چهرش برایتان آشناست، اما هرچه فکر میکنید چیزی به خاطر نمی آورید که این مکان یا شخص را کجا دیده. آیا ممکن است که این مکان یا شخص را در زندگی قبلی خود دیده باشید؟ آیین بودا میگوید ما پس از مرگ در پیکری دیگر دوباره متولد میشویم. این تولد بارها و بارها تکرار میشود که آن را چرخه هستی مینامند. این گفته بودا با این اثبات علمی که میگوید انرژی از بین نمیرود و تنها از حالتی به حالت دیگر تغییر میکند و از آنجایی که انسان چیزی نیست جز انرژی اعتبار پیدا میکند. به گفته دانشمندان تمام هستی یک انسان در مغز اوست که از بدو تولد و به مرور زمان شکل میگیرد و به صورت داده‌های الکتریکی در مغز انباشته میشود. آیا میدانید سرانجام این داده‌ها چیست؟ به گفته دانشمندان هر آنچه در مغز یک انسان است پس از پایان حیاتش در فضا ساطع میشود و ممکن است که این داده‌ها به شخص دیگری منتقل شوند. اگر این گفته برای شما خنده دار است پس چیزی درباره پروژه مایند آپلودینگ یا بارگذاری ذهن نمیدانید. به تفسیر ساده، همان گونه که شما اطلاعات کامپیوتر کهنه تان را به کامپیوتر جدید منتقل می کنید، دانشمندان اطلاعات مغز انسان را به کامپیوتر و یا انسان دیگر منتقل می کنند. آیا انسان فنا ناپذیر است؟ بله، اما نه برای همه. انسان‌های زیادی زندگی گذشته خود را به یاد آوردند. ما در این ویدیو به داستان زندگی زنی می‌پردازیم که زندگی قبلی خود را به یاد می‌آورد. در سال 1904 و در حومه شهر لندن به دنیا آمد. زمانی که او تنها 3 سال سن داشت بر اثر حادثه ای از پله‌ها سقوط کرد و به طرز شدیدی مجروح شد. پزشکان نتوانستن به او کمکی کنند و جان او را نجات دهند. اما به طرز معجزه‌آسایی این دختر خردسال دوباره زنده شد و از آن زمان زندگیش برای همیشه متحول شد. او دچار سندروم لهجه بیگانه شده بود و با لهجه عجیب و غریب صحبت می‌کرد. علاوه بر این تغییرات زیادی در شخصیت این دختر به وجود آمده بود که پدر و مادرش را شگفت زده می کرد. او دائما از والدینش می خواست او را به خانهش در مصر ببرند. چند سال بعد زمانی که دوروتی هنوز کودک بود والدینش او را به موزه بریتانیا بردند. هنگامی که به بخش مربوط به مصر باستان رسیدن ناگهان دوروتی به سمت عکسی دوید و گفت اینجا خانه من است، اما چه بلایی بر سر باخ آمده است؟ آن عکس مربوط به معبد مصر باستان در دوره فرعون ستی یکم پدر رامسس کبیر بود. دوروتی ادعا کرد که در این دوره زندگی میکرده است و آنجا محل زندگی او بوده. دوروتی استعداد عجیبی در یادگیری زبان هایروگلیف مصری داشت و بدون هیچ مشکلی نمادها و سمبل‌های مصری را رمزگشایی می‌کرد. در سال 1932 دوروتی نتوانست دوری از مصر را تحمل کند و به این کشور نقل مکان کرد. دوروتی در آنجا با یک معلم مصری به نام ایمان عبدالمجید ازدواج کرد و فرزند پسری به دنیا آورد که نامش را ستی گذاشتند. از اینجا بود که مردم کم کم او را با نام ام ستی نامیدند و به مرور با این نام شهرت پیدا کرد. ام ستی بارها از اهرام مصر و مقبره های مصر باستان بازدید میکرد و با باستانشناسان و کارشناسان تاریخی گفتگو میکرد. همه آنها مات و مبهوت اطلاعات زیاد و دقیق ام ستی قرار میگرفتند. در طول سالها ام ستی خاطرات بیشتری از زندگی قبلیش را به خاطر آورد و معتقد بود که او زنی جوان به نام بنترشت بوده است. به گفته ام ستی او یک راهبه در مصر بود که بعد از سوگند خوردن هرگز ازدواج نمی کنند. تا اینکه یک روز فرعون از نیایشگاه آنها بازدید کرد و با بنترشت گفتگوی کوتاه داشت. پس از این دیدار فرعون و بنترشت عاشق همدیگر شدند. بنترشت که این رابطه را کاملا برخلاف قوانین مذهبی می دید خود را کشت. اما آیا ام ستی حقیقت را می گفت؟ یک بار ام ستی همراه با مسئول دپارتمان آثار تاریخی مصر به مقبره ستی یکم رفتند. این فرد که از داستان ام ستی با خبر بود تصمیم گرفت تا او را امتحان کند و مچ او را بگیرد. از او خواسته شد تا در تاریکی کامل نزدیک دیواری نقاشی شده بایستد و سپس از او خواسته شد جزئیات روی دیوار را بر اساس خاطراتش از زندگی قبلی بیان کند. جالب است بدانید که هیچ کس تا به حال این دیوار نقاشی شده را ندیده بود و هنوز هیچ خبر و عکسی از آن منتشر نشده بود. پاسخهایی که ام ستی داد همه را شگفت زده کرد، چرا که او نه تنها تمام جزئیات و پاسخها را میدانست بلکه به آنها در مورد
تونلی مخفی گفت که هنوز کشف نشده بود. جالب است که بدانید نیکولاس ریوس هنگامی که میخواست در جستجوی مقبره گمشده نفرتیتی باشد از الهامات و گفته های ام ستی استفاده کرد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب بفشارید.